بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رژیم صهیونیستی زاویه جنوبی بیروت پایتخت لبنان را در چند مرحله هدف حملات هوایی قرار داد. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر منطقه اشرفیفات در زاویه جنوبی را بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الجیه در استان جبل لبنان در غرب این کشور 2 نفر شهید و 18 نفر زخمی شدند. یک خودرو در شهر قصیر در غرب سوریه نزدیک مرز لبنان هم هدف حمله هوایی این رژیم قرار گرفت. برخی رسانه‌ها نیز از وقوع انفجارهای مهیب در داخل خاک سوریه در مثلث مرزی با اردن و فلسطین اشغالی و پرواز جنگنده‌ها بر فراز این منطقه خبر دادند. حزب الله به قوت خود باقی است. نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر در گفتگو با کانال 12 این رژیم گفت حزب الله به قوت خود باقی است و امروز صدها موشک به سمت شمال شلیک کرده است. ایهود اولمرت با اشاره به این که در این جنگ بهایی میپردازیم که از سخن گفتن درباره بخشی از آن خودداری میکنیم گفت نیمی از اسرائیل در پناهگاه ها نشستند و شهرک نشینان از شمال باز نگشتند و باز نخواهند گشت. When it will become popular, it will be very easy. It's now difficult, therefore it's the time now to stand for. و اما برای اطلاع از آخرین تحولات لبنان گفتگو میکنم با همکارم آقای حسینی. آقای حسینی سلام. سلام، شما بخیر. آقای حسینی لطفا در مورد آخرین تحولات لبنان ما رو مطلع کنید، اگر اطلاع دارید از تعداد شهدا، تعداد زخمی ها، خسارات. ببینید، زاویه جنوبی بیروت امشب شاید اگر بگم که آماج شدیدترین حملات هوایی رژیم صهیونیستی بود اغراق نکنم. این حملات هوایی در مناطق مختلف زاویه صورت گرفت و پشت سر هم تا این لحظه حداقل بیش از 20 بار مناطق مختلف زاویه جنوبی بیروت هدف حملات هوایی به شدت سنگین قرار گرفت که چند حمله هوایی نزدیک فرودگاه بین المللی بیروت از جمله محله المریجه صورت گرفت که در 3 روز گذشته و 3 شب گذشته بارها و بارها آماج حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی بود. جاده ارتباطی فرودگاه بین المللی بیروت به پایتخت هم که از زاویه جنوبی بیروت میگذره با جاده قدیمی، این جاده هم مورد حمله هوایی قرار گرفت و الان این جاده قطع هست و خب موضوع مهمی هستش که رژیم صهیونیستی برای نخستین بار این جاده رو، جاده ارتباطی فرودگاه به پایتخت رو، مورد حمله هوایی قرار میده. حجم به خسارت ها بسیار بالا بود در این حملات هوایی، به احتمال بسیار زیاد ده ها ساختمان منهدم شده. هنوز از تلفات ناشی از این حمله، تلفات احتمالی، خبری نداریم. اما خبر دیگری که دقایق پیش به دست ما رسید از جنوب لبنان، مشخصا از مرز شمالی فلسطین اشغالی با لبنان، حاکی از پرواز گسترده بالگردهای رژیم صهیونیستی هستش که در حال منتقل کردن مجروحان، زخمی ها و کشته های نظامیان صهیونیست هستش که در 1 ساعت اخیر در چند نقطه مورد حمله رزمندگان حزب الله قرار گرفته و این هلیکوپترها در حال پرواز به سمت بیمارستان‌های شهر حیفا هستش. 199 شکایت از بخشنامه‌های ناگهانی اقتصادی در تابستان امسال. بر اساس اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، بیشترین شکایت ثبت شده در سامانه 24C از وزارتخانه‌های سمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است. یهو ما صبح بلند میشیم، یه بخشنامه اومد برامون که مثلا این نسخه رو برای ما چیندن،
ما فقط اجرا باید بکنیم. غافلگیری، بلا تکلیفی و تغییرات لحظه‌ای. این کلید واژه‌ها خلاصه ای از درد دل فعالان اقتصادی است. مصوبات یک شبه درون یک اتاق در وزارت سهم گرفته میشه و شما به صورت سورپرایز توی سامانه جامعه تجارت بعد از انجام ثبت سفارش میدید ثبت سفارشتون رد پیش فاکتور شد. برای توقف بخشنامه‌های یک شبه و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، بهمن پارسال هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد. بعد از حدود 12 سال از تصویب ماده 24 ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، هیئت وزیران با آیین‌نامه اجرایی این ماده که پیشنهاد هیئت به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دستور هیئت وزیران قرار گرفته بود موافقت کرد. بر اساس این آیین‌نامه دولت حق ندارد فعال اقتصادی را غافلگیر کند و باید تغییر مقررات را قبل از اجرا به عموم مردم اطلاع دهد. سایت 24 ساعته و 7 روز هفته آدم پشتش داریم. در مواردی که مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها رعایت نمیشه، ثبت میشه در این سامانه. اما حالا که 8 ماه از ابلاغ آیین‌نامه گذشته، گویا دستگاه‌های اجرایی هنوز به اجرای این قانون عادت نکردند. قطعاً به صورت کامل نه آیین‌نامه ماده 24 و نه آیین‌نامه ماده 30 اجرا نشده. دولت 14 هم از زمان شروع به کار بر ضرورت اجرای این قانون تاکید داشته. این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که خلق و ساعد درست میشن از همون کلمات خبیثن. حالا آخرین گزارش ها نشان میدهد که سایه تغییرات ناگهانی مقررات هنوز بر سر تولید سنگینی میکند. از 199 شکایتی که در تابستان امسال به این سامانه رسیده، وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک ها و سازمان ملی استاندارد بیشترین سهم را دارند. قوه قضاییه تو این زمینه هم دیوان عدالت اداری و هم عزیزان دادگستری دادستانی اومدن تو میدون. لغو بخشنامه افزایش تعرفه صادرات سیب زمینی در ماه‌های اخیر نمونه ای از پیگیری هاست و مردم هم می توانند با مراجعه به سامانه 24C در صورت مواجهه با تغییر ناگهانی مقررات و رویه های اداری آن را گزارش کنند. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما. بخش بعدی خبر ساعت 3. ادامه داره و در بخشی از شمال غرب کشور برای روز سه‌شنبه به ویژه مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی پیش بینی می‌کنیم که بارش پراکنده اتفاق بیفته. در 24 ساعت آینده در بخشی شرق، شمال شرق، جنوب شرق و مناطقی از مرکز کشور گاهی افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت که وزش باد شدید می‌تونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش رید افقی در این مناطق بشه. برای تهران هم پیش بینی کردیم که در 24 ساعت آینده و طی ساعت‌های پیش رو گاهی افزایش ابر داشته باشیم. شرایط برای رگبار و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات استان تهران وجود داره. دمای هوا هم در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعت بین 25 و 15 درجه در نوسان خواهد بود. از همراهیتون سپاسگزارم تا بخش بعدی خبر.